الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما شاگردان نهایت عزیز، لایق، خوب، عالی. درس امروزتان است، جلسه سومتان، مربوط به تیزی و سرعت است. ما تغییر موقعیت اجسام خواندیم، تغییر موقعیت اجسام گفتیم به دلتا اکس نشان میدهم. مفصل براتون تشریح کردم چطور میشم. حال شاگردای خوب و لایق، این سرعت و تیزی فرق بین این دو دانه، مثالای خوب و جالب ازیره که در کتابتون است و ایره من کار میکنم ببینم که شما چی یک انگیزی از سرعت میگیریم. اول من میخوایم سرعت تشریح کنم. سرعت چی است؟ با استفاده از سرعت شما تیزی رو میفهمید. خب که در کتابتان باز آمده ای که فرقش چه رقمی است او شاگردای خوب و لایق صنف نو. مفصل باز امونجا چون درستان سرجم نیست، تیکه تیکه است، باید مطابق به کتاب صنف نویتان باید برای شما حرف زد. معلومات های بعدیش باز بخیر شما مفصل در صنف 11 با مطالعه کردن حرکات در اوجا میخوانیم. حالا سعی کنید شاگردای خوب، سرعت چیست؟ سرعت عبارت از تغییر موقعیت اجسام، تغییر موقعیت اجسام نظر به تغییر زمان آن می باشد، و یا به عباره دیگر مسافه طی شده، یا برش چی میگیم؟ فاصله طی شده، مسافه طی شده یا فاصله طی شده بر زمان را به نام سرعت یاد میکنه. حالا خوب دقیق توجه کنید، من یک به یک میدوم همین دوش به من در یک مدت یک زمان نیست. از خب از اونجا تا اونجا چقدر؟ 40 متر مثلا ما دوش کردیم. همین فاصله طی شده تقسیم زمان در چقدر؟ در 2 دقیقه، در 3 دقیقه، در 4 دقیقه، در 5 دقیقه، در 10 دقیقه، در هر چقدر که طی کردیم، اینی در حقیقت سرعت ماست. سرعتی است که من این 40 متر طی کردیم. صحیح است قرمانو؟ به نام سرعت یاد میشه. حالا سرعت یک کمیت وکتوری است. چی هستن؟ وکتوری است. ویکتوری از این اینجا براتون میگم، سرعت گفتیم یک کمیت ویکتوری است، هم مقدار برش مطرح است و هم جهت مطرح است. اگر در یک سوال تک تنها مقدار مطرح بود، مقدار سرعت چند است، جهت برش نگفته، صحیح تنها گفته مقدارش چند است. اینی قرمانای خوبم، اگر تک تمام مقدار مطرح باشه او رو به نام تیزی یاد میکنن. من خوب براتون مثال میدم، خوب دقیق توجه کنید. فکر کنید ای آدمک جمیل است، جمیل میدوه طرف خانه رسید، جمیل از نقطه A شروع کن به نقطه B رسید. جمیل وقتی که به نقطه B رسید، میگیم که وقتی که طرفش سعی میکنیم چهرهش تغییر کرده، ایدوری میکنه، میگیم او بچه تو چقدر زود آمدی؟ سعی کن مقدار استفاده میکنیم، چقدر زود آمدی؟ یعنی او دویده، فقط سرعت مقدارش ما از او پرسان کردیم. وقتی که این به اینجا میرسه میگیم تو چقدر زود آمدی؟ جهت مطرح نیست. اگر لفظ خودت تغییر دادیم که هم مقدار و هم
سرعت برش استفاده کردیم، میگیم که جمیل جان تو چقدر زود به طرف خانه آمدی، دیگه سرعت میشه. میگه سرعتم زیاد بالا بود، نمیگه تیزیم بالا بود. سعیست میگه سرعتم بالا بود. خدا کنه که مثال فهمیده باشه. خب حالا در کتاب شما آمده چند تا تیزی را تعریف کرده. تیزی را فقط گفته مسافی طی شده بر زمان، اینی تیزیست. اما سرعت خیلی چیست؟ سرعت مساویست تغییرات فاصله یا تغییرات موقعیت بر تغییرات زمان به نام سرعت یاد میشه. ما اینی را اگر ما تیزی را در کتابتان اینجا به چی نشان داده؟ صبر کنید شاگردای خوبم، به اس نشان داده، به اس مساویست. مسافه را به دی گفته، زمانم به دی گفته. اگر ما سرعت را بخواییم پیدا کنیم، سرعت را میگیم وی، قرمانای خوب وی، درست؟ تغییرات فاصله میگیم دلتا اکس بر دلتا تی، اینی در حقیقت میشه سرعت. یا میگیم اکس بر تی، اکس بر تی. فعلا اگر دلتا داشته باشیم باز ای یک معنای دیگه میده، سرعتی متوسط معنا میده قرمانای خوب. پس ما دقیق فهمیدیم فرق بین سرعت و تیزی در چیز. در تیزی تنها مقدار، در سرعت که از هم مقدار هم جهت مطرح است. شاگردای خوب و لایقم، امید است که شما سرعت خوب تر بهتر در فهمیده باشین. خب ما یک مثالم براتون زود کده کار میکنم که می در مغزتان بشینه. سعی کنید شاگردای خوب و قهرمان، اگر احمد مسافه 20 کیلومتر را در 30 دقیقه تای نماید سرعت آن را دریابی. استاد اینی مسافه فاصلهش به اکس گفتیم یا به دی، هرچی که شما خوشتان میاد. اکس مساوی است چند کیلومتر؟ 20 کیلومتر. تی زمانش چقدر است؟ 30 منت. اگر ما از اینه بخوایم سرعتش را پیدا کنیم چی میگیم؟ میگیم بسیار ساده، میگیم وی مساوی است اکس بر تی. وی مساوی شد اکس ما 20 کیلومتر. این دیگه ما چند هستن؟ 30 منت. حالا سفر به سفر خلاص، وی میگیم مساویست. ریاضیتون بسیار زیاد قویست، کیلومتر بر منت این خودش میگیم کار نداری. میگیم یک سه دو به این نمیرسه، سفر میتیم اشاریه اینجا میشه 20، 6 سی ما 18، باز چند میمونه؟ 2 اشاریه داریم در پالویش. سفر چند؟ 6 سی ما 18، نقطه همی رقم. خیلی وی مساویست سفر اشاریه 66، نقطه خواهم متوالی میشه، کیلومتر بر منیت. این قرمانای خوب چی مانا؟ میگه در یک دقیقه در حدود 0.66 منیت این تایی میکنه. خب اینی در حقیقت سرعتش هست. امید از شاگردای خوب بودای شما فهمیده باشیم. ایجل در کتابتان یک کارخانگی خیلی خوبی برای فاصل سرعت چند دانه واحد شما میشناسید، اما واحدها را مکمل نشته کنید و درستان هم حداقل 5 دفعه در خانه تکرار کنید. فرق بین سرعت و تیزی و امینا را بفهمید، به خاطر که بسیار نقطه باریک است. خیلی کسا، خیلی حتی استادا اشتباه میکنند.
به خاطر از اینکه شما بتونین خیلی خوب مشکلاتتان حل شود، یک راه ارتباطی بین ما و شما وجود داره. 100% برای شما میگم واتساپ و تلگرام فراموش نکنید، مرا مشکلاتتان در اونجا با من شیر کنید، 100% حل میشه و شما خیلی شاگردای خوب لایق میشید. موفق معید باشید. خداحافظ شما.